همون به موضوع فشار حداکثری اشاره شد. آقای براین هوک همونطور که شنیدیم گفته که دولت ترامپ رژیم ایران رو ضعیف خواهد کرد و از نظر دیپلماتیک هم منزوی. عملکرد این دوره ترامپ با دوره اولی که در قدرت بود به نظر شما چه تفاوتایی خواهد داشت؟ به نظر شما دولت ترامپ در این دوره اهرم‌های فشار بیشتری رو نسبت به دوره قبلی که در قدرت بوده در اختیار داره؟ نکته‌ای که آقای طالبی هم تلویحاً به اون اشاره کردن. ببینید اون خامی که آقای ترامپ در دوره اول داشت الان دیگه نداره، الان کاملا داره پخته عمل میکنه، اون هم از گام‌های اولیه خودش. من معتقدم که در دوره اول حتی بعد از یک سال تا دو سال خیلی به شکل خام برخورد میکرد، چه در انتخاب افراد و چه در کنش‌هایی که از خودش نشون میداد واقعا هنوز پخته سیاست نبود، اساسا سیاسی نبود، ولی الان خیلی داره پخته عمل میکنه. از همون ابتدا آمده در مورد انتخاب کابینه در واقع تقسیم بندی خیلی منطقی کرده، در واقع وزارت های امنیتی و خارجی و غیره رو به گروه های سیاسی بسیار با تجربه و همینطور مجلس سنا واگذار کرده، بقیه وزرای تجارت و غیره و اینها رو به پسراش و آقای روبرت کندی و امثال اینها واگذار کرده و همینطور آقای جی دی ونس، و این نشون از پختگی ایشونه. گام های بعدی در مورد چیزی که در منطقه انجام خواهند داد به ما مربوط میشه، باز هم در منطقه به اعتقاد من خیلی پخته عمل خواهد کرد، یعنی موضوع لبنان رو حل خواهد کرد و بر اساس اون هم حزب الله را در داخل لبنان تضعیف خواهد کرد. همین الانی که من با شما صحبت میکنم آقای فاز سنیور نخست وزیر سابق لبنان از حزب المستقبل، که جالبه حزب المستقبل در انتخابات گذشته لبنان شرکت نکرد، همین الان داشت با تلویزیون الحدث العربیه صحبت میکرد و دیدگاه های مهمی رو هم، این نشون میده که اینها همه گام برداشتن که اگر انتخابات تجدید بشه در لبنان اینها با قدرت وارد میشن، فضا را برای حزب الله تنگ خواهد کرد، بقیه گروه ها هم همچنین. آمریکا نه فقط در جنگ لبنان وارد خواهد شد و این جنگ رو تمام خواهد کرد، بلکه متحد لبنان باقی خواهد موند در مبارزه علیه حزب الله. یعنی میدونید که لبنان برای یک دوره خیلی طولانی در واقع بدون پشتوانه موند، فقط جمهوری اسلامی اونجا از طریق حزب الله هر کاری دلش میخواد میکرد، بقیه کشور ها اصلا کنار رفتن، سعودی ها کنار رفتن، مصری ها کنار رفتن، اروپایی ها خیلی کم، اونم تو موضوعات خاص فرانسه دخالت میکرد، ایالات متحده در دوره بایدن فقط طریق رسمیات اونم آقای هوکشتاین و آقای مکبرگ وارد میشدن. در واقع لبنان یتیم شد و دست جمهوری اسلامی و حزب الله افتاد. در دوره آقای ترامپ به اعتقاد من نه فقط با نفوذی که آقای ترامپ بر نتانیاهو داره جنگ رو تموم خواهد کرد، بلکه پشتیبان ارتش لبنان، یعنی آمریکا پشتیبان ارتش آمریکا برای تقویت این ارتش و سلطه اون بر کشور لبنان که در تضاد مستقیم قرار میگیره با قدرت حزب الله، و بنابراین در این نقش ایالات متحده در لبنان در واقع نقش خودش رو بازی خواهد کرد و لبنان کشوریه که میتونه خامنه ای رو به زمین بزنه، یعنی اگر نتونه حزب الله رو در اونجا مسلط کنه به اعتقاد من بقیه نیابتی ها هم ضعیف میشن.